хазинаи тахайюлии духтари шоҳ ва аждаҳои рӯи он хуфта дар вайронаҳои қаллъаи ҳулбук абдулло хоҷаев сокини ноҳияи восеъро дар кӯдакӣ кунҷков карда буд ӯ он замон пинҳонӣ аз волидайн ба вайронаҳои ҳулбук меомад ва бештар аз теппаи хок чизи бештареро пайдо намекард аммо бовар дошт ки он аждаҳо ва хазинаи духтаришоҳ ҳатман зери ҳамон теппаи хок нуҳуфтааст در وقتی بر کمال رسیدن همین حیث کنجکاوی ما به پجویش و کاویش این خزینه خلق توجیک آورده رسون عبدالله در 18 سالگی در کاویش های قلعه هلبوک همراه با بستان شناسان معروف زمان شوروی شرکت داشت بازیافتی نخستینش نیز در همان کاویش بود ولی نه از خزینه دختری شاه اولین بازیافت دستاورد من در شاهرای باستانشناسی کوزچه شیشگینی بود که از سطح فرش این بینای مسجد یافتم عبدالله خوجایف در طول چیل سال جستجو و کویچ ها نشانه از خزینه دختر شاه و اجده های خفته را پیدا نکرد اما هر دهلیز راه رو اتاق و فرش و آبکش و لوله های قلعه هلبک را آموخت غنواتی پیدا کرده او و باستان شناسان تاجیک روز از زیر ویرانه های هلبوک تاریخ زنده هزار ساله ای ملتی تاجیک است. سال های هشتادم قرن گذشته در وقتی هفریات هف های باستان شناسی یک بازیافت ندیره که با گذشت سال برای من به نهایت ارزشی بلند دارد مهر شاهان خطران زمین با تصویر شیر از سنگ پیدا گردید بازیافت های باستان تاجیک روز از جمله عبدالله خوجف از خرابه های قلعه هلبوک مال یک اصارخانه بزرگ شده است این اصارخانه در پهلوی قلعه هلبوک بنیاد شده و بیشتر از 2000 هزار اصار دوره های گناگونی تاریخی را گرد آورده است این سنگ اوته برای هموار کردن مساله یعنی برای درزمال استفاده کرده می شود و آخران دستاورد و نگاره بازیافتی ما از قصر از موزه قصر شاهان خطران زمین همین است من بیش از 700 نگاره های شیشگین، سفالی، بیرینجی و آه فلوزی دریافت کردم خرابه های هلبوک که در تصور مردم زمان لانه اجده ها و خزینه دختری شاه بود فعلا مکانی دیدنی و زیارت نوخونداران در روزی توی سور شده است و بر اضافه هر سال بیشتر از سه هزار نفر سیاهانی داخلی و خارجی لانه تخیلی اجده ها و خزینه دختری شاه را بoزديt مكنت